این یک واقعیت تلخ و خطرناک است. کودکان ما در خطر تهاجم بیماران جنسی هستند. در برخی کشورها تا 10% از کودکان مورد آزار جنسی قرار می گیرند، هم دختران و هم پسران. کودک آزارها نیز در اغلب موارد افراد آشنا هستند، هرچند که غریبه ها نیز گاه خطرساز می شوند. به کودکان از 3 سالگی تا پایان دبستان می توان این اصول را به زبان خودشان یاد داد. 1. اندامهای جنسیش را به او بشناسانیم، اما نیازی به اسم بردن نیست. مثلا می توانیم از کلمه جاهای خصوصی استفاده کنیم و به کودکمان بگوییم وقتی استخر می روی و لباسهایت را در می آوری، تمام بخشهایی که زیر مایو می ماند جاهای خصوصی تو هستند. 2. به کودکمان می آموزیم که کسی حق ندارد جاهای خصوصیت را ببیند یا لمس کند. به او می گوییم هر کسی چنین پیشنهادی به تو داد آدم بدجنسی است. این آدم بدجنس مثل دزدهای توی کارتونها ممکن است بخواهد خودش را آدم خوبی نشان دهد یا مثلا شکلات و بستنی به بچه ها بدهد تا آنها را گول بزند. به کودکمان بگوییم اگر کسی چنین پیشنهادی به تو کرد، اگر تو بگویی نه من از این کار خوشم نمی آید، این نشان می دهد که تو بزرگ شده ای و مامان و بابا تو را بیشتر دوست خواهند داشت. 3. به کودکمان می آموزیم که اگر کسی چنین پیشنهادی به آنها کرد، در اولین فرصت ماجرا را به مادر و پدرشان خبر دهند. به او بگوییم که من و تو رازهایمان را به هم می گوییم. گاهی اوقات هم چیزهایی را به عنوان رازهای زندگیمان به بچه هایمان می گوییم تا مقدمه‌ای باشد که آنها هم رازهایشان را به ما بگویند. 4. اگر کسی به کودکمان پیشنهاد بدی بدهد یا او را مورد آزار قرار دهد، حتما کودک را تهدید خواهد کرد که اگر موضوع را به کسی بگوید اتفاقات بدی خواهد افتاد، مثلا از مدرسه اخراج خواهد شد یا دیگر کسی او را دوست نخواهد داشت. به کودکمان بگوییم که هیچ کس نمیتواند تهدیدش کند. به او اطمینان بدهیم که در هر حال دوستش خواهیم داشت، حتی اگر کار بدی هم کرده باشد او را خواهیم بخشید و به او کمک خواهیم کرد تا هیچ مشکلی برایش پیش نیاید. بنابراین به او یاد میدهیم که تهدیدات دیگران را جدی نگیرد و حتما موضوع را به والدینش خبر دهد. درست است که نباید به دیگران بگوید، ولی پدر و مادر با بقیه فرق دارند و باید به آنها بگوید. 5. وقتی کودک به ما خبر داد، در آن لحظه واکنش هیجانی منفی نشان ندهیم. کودکمان را در آغوش بگیریم، به او حس گناه ندهیم، از او تشکر کنیم که موضوع را به ما گفت و به او اطمینان بدهیم که مشکلی برایش پیش نخواهد آمد و آن آدم بد را تنبیه خواهیم کرد. می توانیم از یک روانشناس هم مشاوره بگیریم تا آثار روانی کودک آزاری را کاهش دهیم. 6. با همه اینها ممکن است کودک چیزی به ما نگوید، اما نشانه هایی بروز دهد که باید به آنها توجه کنیم و احتمال بدهیم که کودکمان مورد آزار قرار گرفته است. اگر تغییر ناگهانی در خلق و خوی کودک مشاهده کردیم، مثلا گوشه‌گیر شدن بیدلیل، بی اشتهایی ناگهانی، کودکی که تا دیروز راحت به مهد یا مدرسه می رفت ناگهان می گوید که دوست ندارد به مهد یا مدرسه برود، کودکی که ناگهان از فردی بدش می آید و می گوید دوست ندارد پیش او برود، کابوس های شبانه، بیخوابی، در نقاشی افراد بین پاها را خط خطی می کند، در راه رفتن یا نشستن مشکل دارد، روی بدنش به ویژه اطراف جاهای خصوصیش علایمی مانند کبودی و خراشیدگی وجود داشته باشد. 7. و نکته پایانی این که اطمینان 100% به افراد و حتی نزدیکان را کنار بگذاریم و خودمان همیشه حواسمان به کودکمان باشد. تنها گذاشتن کودک با دیگران، حتی اگر آنها آدمهای خوبی مانند فامیل و همسایه و معلم خصوصی یا مربی ورزش باشند، می تواند خطرناک باشد.
به کودکانمان یاد بدهیم که هیچگاه پیشنهاد رفتن به جای خلوت با کسی را نپذیرند یا اجازه ندهند کسی آنها را لمس کند یا از آنها بخواهند لباسشان را در بیاورند. یادمان باشد که خطر همیشه در کمین کودکان ماست. دختر و پسر و زیبا و نازیبا هم تفاوتی ندارد. بیماران جنسی کودک‌آزار بدون هیچ نشانه‌ای در جامعه رها هستند. حواسمان به کودکانمان باشد. ششدان.